بسم الله الرحمن الرحیم. خلیل موحد هستم، ایرانی هستم، اهل کشور، اهل شهر مقدس مشهد. اول عرض کنم واقعا شرمندم، خجالت زدم که پشتم به آقام امام حسین قرار گرفته. دوستان اینجوری خواستن از ما، به نام او خدایی که تمام ادیان الهی از دین مسیحی، کلیمی و تمام ادیانی که توحید پرستن قبولش دارن، هر کسی به نامی، عرب ها به نام الله، ما ایرانی ها میگیم خدا، انگلیسی ها، امریکایی ها، مسیحی ها میگن گاد، یک خدایی در عالم هست که واحد و احده و شکی در وجود مقدس ذات اقدس او نیست. ما مخواستم این رو به شما بگم که فقط به تمام مقدساتم، به شرفم، به انسانیتم سوگند مخورم، خداوند حق، قرآن از طرف خداوند نازل شده حق، اهل بیت عصمت و طهارت اولیاء دین خدا هستند، همه طبق الهام خداوند و به دستور خداوند زندگی کردند، حتی تمام حرکاتشان به امر خداوند بود و صاحب کرامت و معجزات هستند و الان، همین الان حاضر شاهد اعمال شیعیانشان بلخص 12 امامی ها هستند و ما خودم به شخصه به نوبت آقام امام رضا، چون اهل مشهدم، دو مرتبه توفیق زیارت آقام پیدا کردم. خداوند عنایت کرده، آقام مشرف شدند، نه در خواب بلکه در بیداری دیدم. همین دهه فاطمی گذشته نوه خواهرم به نام کتایون جلالیان ساکن مشهد، ایشون سرطان استخوان داشت، دکترا جوابش کرده بودن و دهه فاطمیه بود. ما پدر و مادرش بردیم حرم امام رضا، به آقا قسمش دادیم، به جان مادرش قسمش دادیم. چند تا عیب تو کار پدر و مادرش بود، گفتم این عیبا رو جلو آقا سوگند بخورین، قسم کنین عیبا رو بذارین کنار، ما انشاءالله واسطه میشم روم بزنم به امام رضا، یک جو آبرو اگه داشته باشیم پلو آقام، شفای دخترتون میگیرم از دست دکترا، نجاتش میدم. اشکای دختر ریخ، رفتم حرم امام رضا. دختر مشکلی نداشت، شو پدرش بساز بفروش بود. گفتم آقا شما در کارتان دروغ نگین، دروغ نگین، قولی که به مردم میدین، کسی که از شما خانه میخره، این به مشکلات، به مشکلات پول رو تهیه میکنه، لوازم خوب کار کنین، به مردم پول حلال ببرین تو خانتان. تمام این مریضی ها، تمام اتفاقات، اینا امتحانات الهیه. آقا قول دادن که ما درست کار کنیم و یکی دیگه از اقوام نزدیکشان شکارچی بود، گفتم اونم بردم حرم امام رضا، گفتم به امام رضا قول بده که دیگه شکار بذارم کنار. بعد به امام رضا گفتم، دهه فاطمه بود، گفتم و قول بده هر سال اگر امام رضا شفای دخترت بداد، هر سال یک دیگه شله نذر حضرت بیبی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، این دیگه شله رو بزنن و نظر ایتام و نیازمندا بکنن. قبول کردن، به ولای علی قسم، به جان خودم، به مقدساتم قسم. در حینی که اولین دیگش هم گفتم دایی فاطمه، گفتم دایی جان اولین دیگش هم خودم بزنم، هنوز ما دیگر داشتیم برپا میکردیم، حال دختر ثانیه به ثانیه بهتر شد، به جای رسید که دکترها گفتن 5% از علائم سرطان مونده در وجودش، 5% هم تموم شد، الان هم صحیح و سالم در مشهد داره زندگی میکنه. همین ایام دهه اول محرم خیمه زدیم، دختر رو آوردیم با پدرش، گفتیم خیمه من اسمش حضرت رقیه سلام الله علیها بود. دختر و پدر، مادر، پدر بزرگش آمدن تو خیمه، نشستن دست و پای ما رو بوسیدن، از آقا تشکر، اشکاشون مریخ، زیارت عاشورا خواندن و خدا رو شکردن و خوابم دیدن که حضرت فاطمه زهرا شفای دخترشان دیده. الان در حال حاضر هیچ علائمی از مریضی نیست و دختر از مویی که الان دارم با شما صحبت میکنم سالم تره. در این حال که گفتم به شما مسائل زیاده، خداوند در ختم کلام حق محمد صلی الله علیه و آله فرستاده و بنده خدا حق، قرآن از طرف خدا حق، بهشت و جهنم حق و ولایت مولا علی و 12 امام حق و ظهور امام زمان حق، حق، حق. اگر انسانن، اگر مردن، اگر دوست دارن درست زندگی بکنن، سربلند در دنیا و آخرت زندگی بکنن،
منتظر حضرت مهدی باشن. روایت بسیاره، ظلم و فساد زمین فرا میگیره، بعد از اینکه ظلم و فساد فرا میگیره قائمی، رسول الله فرمودن قائمی بلند میشه، قیام میکنه و عدل ره بر جهان مستولی میکنه و بعد از او انشاءالله تعالی، حالا ما دقیقا نمیدونم که آقا چند سال حکومت میکنن، ولی بعد از او قیامت میشه و همه ماها از حضرت آدم سلام الله علیه تا زمان قیامت به اذن خداوند حضرت اسرافیل در صور میدمه، به آن تمام جنبنده ها میمیرن، دوباره حضرت اسرافیل در صور به اذن خدا میدمه، همه جنبنده ها بالاخص انسان ها که مخصوصا به خاطر جواب و حساب و کتاب همه بی اختیار، دست، پا، زبون، چشم، هیچ در اختیار خود انسان ها نیست، در اختیار خداوند، همه حرکت میکنن به سوی صحرای محشر برای جواب و حساب و کتاب. و خوش به سعادت و کسایی که در او زمان نامه عملشان به دست راستش داده بشه. راست و درست فرمودن خداوند قادر متعال، لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله. کرامات حضرات تشریف ببرن حرم حضرت امام رضا، تمام اینا همه تو دفترها ثبت شده. ای هم که شما خواستین که دو خواهرزاده نوه خواهر خودم هست به نام کتاین جلالیان ساکن مشهد مقدس، خواستین شماره تلفن آدرس همه چیز رو بهتون بدم، خودتون شخصا باش مصاحبه کنید. یا حسین، یا ابوالفضل، یا فاطمه، یا مولا علی.